آقا بایدها و نبایدهای کولر گرفتن از ماشین. چه زمانی ما باید دکمه کولر رو خاموش کنیم؟ توی ترافیک باید چه کار کنیم؟ آیا لازمه وقتی دکمه AC رو میزنیم پدال کلاج رو نگه داریم؟ این ویدیو رو تا آخر ببینید. این ویدیو به دردتون میخوره. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال بر خودرو حاجیان. همه ما اطلاع داریم که وقتی دکمه کولر یا AC رو میزنیم یک فشار بیشتری به موتور ماشین، به سیستم برقی ماشین و سایر قطعات مثل موتور فنها و سیستم خنک کننده وارد میشه. از طرفی یک راننده خوب و کاربلد مثل شما رفقا باید در زمانهای مختلف شرایط موتور رو مدیریت کنه. یکی از اون زمانها زمانی است که شما میخواهید استارت بزنید و ماشینتون رو روشن کنید. اگر در زمان استارت زدن دکمه AC کولر ماشینتون روشن باشه، فشار خیلی زیادی هم به موتور ماشین، هم به باتری ماشین و هم به سیستم برقی ماشینتون وارد میشه. این نظر بنده شاگرد هم نیست، نظر اکثر کارشناسان و مهندسان خودروسازی بر این هست که در زمان استارت زدن و روشن کردن ماشین نباید دکمه کولر روشن باشه. نوسانات شدید ولتاژی توی برق باتری ماشینتون میتونه به ECU، به پشت آمپر و سایر یونیت های برقی ماشینتون آسیب وارد کنه. مورد دوم، کولر گرفتن در شرایط ترافیکیه. توی شرایط ترافیک ما باید چطور از ماشینمون کولر بگیریم که فشار کمتری هم به موتور و هم به سیستم تهویه مطلوب ماشینمون وارد بشه؟ دوستان، توی شرایط ترافیک شما باید کولر ماشینتون رو مدیریت کنید. ممکنه بفرمایید منظورت از مدیریت کردن کولر یعنی چه؟ تصور کنید شما توی شهر دارید رانندگی میکنید، کولر ماشینتون هم روشنه، پخش هم روشن کردی، یک باد سردی هم داره از کولر ماشینت خارج میشه، میرسید به ترافیک. اینجا شما باید فقط دکمه AC و کولر رو خاموش کنید و اجازه بدید فن تهویه به تنهایی کار کنه و باد رو وارد کابین یا اتاق ماشینتون کنه. حدود 2 یا 3 دقیقه زمان میبره که این هوایی که داره از کولر خارج میشه بره سمت گرما. همین که باد کولر داشت گرم میشد، شما مجدداً دکمه AC رو بزن و کمپرسور کولر رو وارد مدار کن. خود این کار باعث میشه که کمپرسور ماشینتون، سیستم خنک کننده ماشینتون مثل موتورفنها 2-3 دقیقه استراحت کنن. با این کار شما باعث میشید که فشار زیادی که توی ترافیک به کمپرسور کولر و موتور فنها و سیستم برقی ماشینتون وارد میشه پایین بیاد و کمپرسورتون یه نفسی بکشه. یکی دیگه از مواردی که شما باید کمپرسور کولر ماشینتون رو مدیریت کنید و دکمه AC رو خاموش کنید توی جاده و در شرایطی است که شما به شتاب و سرعت نیاز دارید. همونطور که اطلاع دارید وقتی دکمه کولر رو میزنید حجم زیادی از چالاکی، سرعت و شتاب ماشین گرفته میشه. این موضوع توی ماشین‌های خارجی کمتر دیده میشه، البته هست ولی کمتر. ولی توی ماشین‌های ما به محض اینکه دکمه کولر رو میزنی بعضن انگار سیم بوکسل میندازی عقب ماشین رو، بوکسل میکنی با یکی دیگه. روی این حساب اگر توی جاده دارید رانندگی میکنید، میرسید پشت یک کامیون و میخواید سبقت بگیرید، مخصوصا توی جاده‌های دو طرفه، به محض اینکه خواستی بری توی سبقت دکمه AC رو خاموش کن و اجازه بده فن تهویه به تنهایی کار کنه. با این کار هم کمپرسور کولر ماشین یک نفسی میکشه، هم که شما چالاکی لازم، شتاب لازم و سرعت لازم رو توی سبقت گرفتن در جاده‌های دو طرفه دارید. دوستان، مورد بعد زمانهایی است که دارید توی جاده رانندگی میکنید و به مناطقی با شیب بالای 15 درجه میرسید. اگر توی جاده داشتید رانندگی میکردید و به یک مناطق با شیب بالای 15 درجه رسیدید، دکمه AC رو خاموش کن و اجازه بده فن تهویه به تنهایی کار کنه. وقتی این کار رو میکنید فشار کمتری هم به کمپرسور کولر و هم به موتور ماشینتون توی سربالایی وارد میشه. بالاخره یک باری رو از روی موتور برمیدارید، میذارید کنار. ممکنه شما دوست عزیز بپرسید توی سرعت‌های بالا و دور موتورهای بالا که داریم رانندگی میکنیم توی جاده، اگر خواستیم کولر ماشین رو روشن کنیم، آیا لازمه همزمان با دکمه زدن AC پدال کلاچ هم نگه داریم؟ دوستان، به لحاظ فنی
هیچ دلیلی نداره شما این کارو کنید و هیچ اثری روی عملکرد کمپرسور کولر، عملکرد موتور نداره، چون که کمپرسور کولر ماشین شما توسط یک صفحه الکترومغناطیسی که ما بهش میگیم کلاچ کنترل میشه. عملاً هیچ تأثیری پدال گرفتن توی عملکرد کمپرسور ماشینتون نداره. با خیال راحت دکمه AC رو بزن، نیازم نیست پدال کلاچ رو بگیرید. این یک باور قدیمی بین راننده هاست که میگن وقتی میخوای کولر بزنی پدال کلاچ هم بگیر. ما خودمونم چند سال پیش قدیما این کارو میکردیم، ولی بعدن که متوجه شدیم اثری نداره دیگه انجامش ندادیم. پس نتیجه میگیریم تنها زمانی که لازم دکمه کولر خاموش باشه مواقعی هست که میخوایم ماشین رو روشن کنیم و استارت بزنیم. بهتر عادت کنیم وقتی میخوایم ماشین رو خاموش کنیم دکمه کولر رو خاموش کنیم. نکته دوم، توی رانندگی وقتی به ترافیک میرسیم کمپرسور رو مدیریت کنیم، فقط دکمه AC رو خاموش کنیم، فن به تنهایی کار کنه. نکته سوم، وقتی میخوایم توی جاده سبقت بگیریم دکمه کولر رو خاموش کنیم. نکته چهارم، در حال رانندگی وقتی به جاده شیبدار بالای 15 درجه میرسیم موقتا AC رو خاموش کنیم. نکته پنجم، هیچ نیازی نیست موقعی که میخوایم کولر روشن کنیم پدال بگیریم. نکته ششم، خیلی مخلصیم. راننده های قدیمی، این عزیزانی که 30-40 ساله روی ماشین سنگین دارن توی جاده زحمت میکشن، یه لفظ و ضرب‌المثل قشنگی دارن. میگن راننده خوب اونیه که دلش به حال وسیله زیر پاش میسوزه، حتی اگر میلیونر باشه. پس به این خاطره که ما باید کولر ماشینمون، تجهیزات مختلفی که توی ماشینمون وجود داره رو به درستی مدیریت کنیم و این موضوع اصلا ربطی به مسائل اقتصادی نداره. این برمیگرده به راننده خوب بودن. دوستان، برای اینکه کولر سردتری داشته باشید ما یک ویدیو تقدیمتون کردیم و توی این ویدیو سه راهکار رو خدمتتون عرض کردیم که باعث میشد باد کولر ماشینتون سرد و تگری بشه. لینکشو میذارم آخر ویدیو، توی قسمت دیسکریپشن هم میذارم، اگر دوست داشتید اینو ببینید و این سه کار رو روی موتور ماشینتون انجام بدید. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالب و ویدیوهای ما برای شما مفید هست با دکمه لایک به ما دلگرمی و انگیزه میدید. خیلی مخلصیم. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم. ما توی این ویدیو خدمتتون عرض کردیم که شمع‌های سوزنی روی کدوم ماشین‌ها و کدوم موتورها جواب نمیدن. امروز میخواییم خدمتتون عرض کنیم که این شمع‌های سوزنی روی کدوم موتورها جواب میدن، چه کد حرارتی تهیه کنیم و از کدوم مارک خرید کنیم. نکات مهمی رو که باید در مورد شمع‌های سوزنی بدونید تقدیمتون میکنیم. در ادامه با ما همراه باشید.